ثبت بشه و درودی بفرستیم خدمت جناب نیما رستمی عزیز. آقای رستمی درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید. سلام آقای آزادی و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو و وب‌تپی همسفر. بسیار خوشحال هستیم که شما رو این هفته روز یعنی در واقع صبح شما هم بخیر جناب رستمی عزیز. ممنون. خواهش میکنم. ما که شب رو در واقعیتش آغاز کردیم اینجا ساعت هاست و ساعت دو نیم بعد دیگه شب اینجا و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. جناب رستمی عزیز، اگر که صحبت خاصی رو در شروع برنامه ندارید، چند سوالی هستش که عزیزان از سوال کردن از شما بپرسیم و اگر که صحبت خاصی دارید صحبت های شما رو بشنویم، بعد بریم صحبت سر سوال جواب ها. من کوتاه در مورد نحوه از دست دادن اقامت دائم رو که بعضا اتفاق میفته توضیح کوتاهی بدم. من قوانین امریکا هم در این مورد دیروز یه نگاهی کوتاهی مختصری انداختم و خیلی مسائل خیلی جزئیاتش شبیه قوانین سوئده، ولی خب مال امریکا خیلی مقداری واضح‌تر، روشن‌تر و با جزئیات بیشتری مطرح میشه. بله. و خواستم در این مورد چند دقیقه توضیح بدم که خواهش می‌کنم که شامل در واقع سوئد هم میشه. من در صحبتام در مورد قوانین آمریکا توضیح میدم، ولی این شامل سوئد هم عرض کردم که میشه، کما بیش شبیه، و اگر اختلافی داشت حتما در اون مورد به موقعش توضیح میدم. خواهش میکنم. هر خارجی که اقامت دائم داشته باشه در بعضی موارد این اقامت دائم میتونه که پس گرفته بشه یا به اصطلاح لغو بشه، یا فرد با عمل خودش عملا باعث بشه که اداره مهاجرت این اقامت رو لغو بکنه. هر خارجی که در امریکا اقامت دائم داره، همون استان گرین کارت داره، باید فیزیکی در امریکا حضور داشته باشه و زندگی بکنه و به اصطلاح مقیم کشور باشه و با از گرم مقیم بودن یا حضور فیزیکی داشتن، اینکه مقیم باشه، زندگی بکنه، فعالیت روزمره‌ای که هر کسی انجام میده رو انجام بده. قوانین امریکا در مورد مهاجرت قوانین فدراله و شامل در واقع همه ایالت‌های آمریکا میشه و مختص به یک ایالت به اصطلاح نیست. در واقع یکی از دلایلی که معمولا مهمترین یا اصلی ترین دلیلی که اقامت دائم میتونه لغو بشه در وقتی که فرد به مدتی کشور رو ترک میکنه، در واقع حضور فیزیکی در کشور نبودن باعث میشه که در واقع این سوال پیش بیاد که شما یا فرد خارجی که اقامت دائم داره مقیم چه کشوری هست، کجا زندگی میکنه. هر خارجی که تقریبا به مدت 180 روز که میشه 6 ماه مدام به صورت مدام کشور رو ترک کرده باشه و در امریکا زندگی نکنه، در واقع گفته میشه که دیگه مقیم امریکا نیست و موقع برگشت در فرودگاه معمولا کنترلی صورت میگیره. پلیس مرزی به اصطلاح کنترل میکنه، توضیحات میخواد، معمولا در مورد مسئله از در واقع از مسئله مادی شروع میشه که کجا زندگی میکنه این فرد، چه کمک هایی رو مثلا از دولت میگیره و سوال های از این قبیل که در واقع تحقیقات از اونجا شروع میشه. در مورد سوئد هم به همین نحوه؟ در مورد سوئد نه، اینجوری نیست. سوئد معمولا عرض کردم که اختلافی که در مورد سوئد آمریکا در این مورد وجود داره اینه که فرد به مدت طولانی، یعنی مدت زمان خاصی در قانون تعیین نشده. هدف در واقع اینه که میتونه مدت زمانش خیلی کوتاه باشه، 2 ماه 3 ماه هم فرد خارج از سوئد باشه، خارج از امریکا باشه، ولی هدف و قصد مقیم بودن یا مقیم شدن در یک کشور دیگه باشه، این اقامت میتونه لغو بشه. اوکی. ولی خب در عرض 2-3 ماه معمولا هیچ ارگان دولتی کنترلی رو انجام نمیده. در امریکا
180 روز تعیین شده. اگه بالای 180 روز باشه فرد که به طور مدام در کشور نباشه، خب این سوال تحقیقات بلا فاصله شروع میشه. ولی در سوئد اینگونه نیست. این حتی ممکنه در سوئد فرد یک سال هم خارج از سوئد بمونه و این سوال پیش نیاد. در واقع و وقتی که تحقیقات شروع میشه مواردی رو به اصطلاح در نظر میگیرن که بتونن مقامات اداره مهاجرت در نظر میگیرن که چه چیزی بتونن به این نتیجه برسن که این فرد مقیم هست، مقیم کشور هست یا نه. اون مواردی که بهش در واقع تعیین کننده است اینی که این فرد خارجی آیا در کشور در امریکا و در سوئد کار داره، درآمد داره، رابطه خانوادگیش رو حفظ کرده، خانواده‌ای در کشور داره، ملکی رو صاحب هست و یا اصلا هدفش از به اصطلاح رفتن به خارج از امریکا و خارج از سوئد چی بوده. مقامات مهاجرتی مهاجرت آمریکا معمولا در مورد چون مهاجر خیلی زیاده و کاتگوری های خیلی مختلفی وجود داره به معمولا خارج رفت آمد به مدت طولانی براشون قابل درک و قابل فهمه و مهاجرین تجاری هستن، مهاجرین کاری هستن، اینا معمولا خب رابطه قوی هم با کشور خودشون دارن و وقتی که فردی به کشور خودش مسافرت میکنه یا خارج از امریکا مسافرت میکنه انتظار میره که این بتونه مثلا اگه اتفاقی براش بیفته نتونه برگرده، مثلا اونجا شرکتی داشته باشه بخواد اونو اداره بکنه، مجبور باشه که اونجا بمونه رو قابل درک و یا مثلا بیماری های غیر منتظری پیش میاد، اعضای خانواده فوت میکنه و یا فرد خواسته و نخواسته به یه جرمی محکوم میشه و به زندان میفته یا تصادف میکنه، اتفاقای این قبیلی رو و یا اینکه در کشورش اونجایی که مسافرت کرده به جنگ داخلی رخ میده، بلایای طبیعی رخ میتونه بده، ممنوع خروج بشه مثلا، شاید بله ممنوع خروج شدن یکی از دلایلش اینکه آدم مشکلی با مقامات قضایی و حالا مشکل قضایی به صورت حقوقی داشته باشه در اون کشور، از این اتفاقا بیفته برای مقامات آمریکا این مسئله قابل درکه و در واقع این مسائل باعث نمیشه که اقامت به خودی خود لغو بشه. ولی اگه مدت زمانی طولانی تر از 180 روز یعنی یک سال 6 ماه بشه، اون موقع این فرد برای برگشتن حتما باید اجازه داشته باشه، یا این اجازه رو مراجعه میکنه به سفارت امریکا در اون کشور، این اجازه رو میگیره و یا اینکه در موقع فرود به فرودگاه تحقیقاتی که شروع میشه اون اجازه رو اونجا میتونه بگیره. ولی ریسکش هست که اگه بیشتر از 6 ماه باشه یا به مدت یک سال باشه این فرد رو دیگه حتی با داشتن گرین کارت اجازه ورود به کشور رو ندن. یه مورد دیگه هم هست هم در آمریکا رایج هم در سوئد، اینه که فرد که اقامت دائم داره میتونه که در سوئد به مدت یک سال اصلا اشتباه نکنم، ولی در امریکا این اجازه به مدت 2 سال صادر میشه. فرد قبل از اینکه کشور رو ترک کنه و مقامات مهاجرتی از دیده فرم پر میکنه، درخواست میده که به مدت مثلا در امریکا 2 سال بره یک کشور دیگری، کشور خودش یا هر کشور دیگه و بر نمیگرده در عرض این مدت و این اجازه رو در عرض 2 هفته در اداره مهاجرت امریکا صادر میکنه و معمولا باید یه دلایلی هم مطرح بشه که یه فردی که اقامت دائم داره چرا میخواد 2 سال به مدت 2 سال کشور ترک کنه و بر نگرده. دلایل باید دلیل به اصطلاح موندن و خارج شدن از کشور و موندنش رو توضیح بده. این دلایل معمولا باید دلایلی باشه که اساسا به اصطلاح موندن در کشور دیگر موقت باشه. مثلا یکی از اعضای خانواده فرد یک تحصیلات رو شروع کرده و اون رو باید تمام بکنه و اگر اون رو در کشور خودش تمام نکنه و برگرده مثلا بیاد کشور امریکا، اینجا دوباره باعث یه سری زحماتی بشه و دوباره تحصیلات از نو شروع بکنه. این گونه مثلا
به عنوان مثال این قبیل دلایل اگه وجود داشته باشه، فرد میتونه که با اجازه بره به مدت 2 سال در کشور خودش یا کشور دیگه بمونه و برگرده و این اقامتش رو حفظ بکنه. این در امریکا 2-3 بار این میتونه تمدید بشه، ولی خب دلایل باید دیگه همون دلیل قبلی نباشه، وقتی بعدا تمدید میشه دلیل دیگه ای وجود داشته باشه و این فرد باید اداره مهاجرت قانع بکنه که این گونه دلایل موقتیه و این اجازه دادن به نفع دولت آمریکا باشه و مسائل از این قبیلی. ولی در سوئد این اونگونه که من متوجه شدم در سوئد این دلیلی وجود نداره، میشه فقط به فرمی رو پر کرد، به اداره مهاجرت اطلاع داد که مدت 1 سال کشور ترک میکنه و این اجازه رو معمولا میده، ولی خب بر سوئد بعدا دیگه این تمدید نمیشه، ولی در امریکا به مدت 5 سال هم 2-3 بار هم میتونه این تمدید بشه. بسیار نیکو. خیلی خب، ممنون از توضیحات شما. مختصر بود، امیدوارم که اگه سوالی عالی یه دوستی سوال کردن که من میخوام 3 ماه، من قبلا اقامت از طریق پناهندگی اقامت گرفتم، الان هم دیگه سیتیزنیم و یا همون 7 سمیت برشکاپمو گرفتم، 3 ماه میخوام برم ایران و برگردم، آیا سیتیزنیمو ازم میگیرن؟ بله، نه تابعیت که مشکلی وجود نداره، ما همین تمام این صحبت ها که میکردیم در مورد افرادی که تابعیت تابع کشور امریکا یا سوئد نیستن و اقامت دائم رو دارن. بسیاری کن آقای رضایی، من یک سوالی رو از شما میخوام بکنم که این سوال، اجازه بدین اول من شنونده رو داریم، اول شنونده رو خط ببریم بعد من سوالم رو میپرسم. دوست عزیز، با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم، درود بر شما. سلام آقا نوید، حال شما؟ یک دنیا سپاسگزارم، شما خوب هستید؟ مرسی، خسته نباشید. میخواستم یه سوالی ازتون بکنم، نمیدونم شما در جریان، یه دونه فیلم مال هزار پا میاره توی مال اسکاندیناویا. من معذرت میخوام، ما الان با آقای وکیل بر روی خط هستیم، در حال صحبت کردن هستیم، متاسفانه الان نمیرسم، در آینده مجددا در کنارتون هستیم. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. آقای رستمی، این سوالی که من میخوام بکنم، سوال چون هزاران نفر آدمی که در طول هفته به من زنگ زدنه و من مجبورم این سوالو در 2 بخش مجزا از شما کنم. فرض میکنیم یک آدمی که در سوئد کار میکنه به صورت معمولی، مثل من، یه حقوق ماهیانه داره میگیره، هیچ بیدراگی هم از هیچ جا نمیگیره، نه تیله گینا هیچی هم نمیگیره، حالا در ایران یک مثلا 300-400 هزار کن بهش ارث میرسه. خب این ارث مثلا به عنوان مثلا در قالب یک خونه ای بوده که ارث رسیده چندین سال پیش به ارث رسیده، حالا تصمیم گرفته که این شخصی که اینجا کار میکنه این خونه رو در ایران بفروشه، پولشو برداره بره اینجا. قاعدتا هم یه انحصار وراثتی هم وجود داره که نشون داده شده که آقا این خونه مثلا به اسم ایشون بوده، یعنی به ایشون ارث رسیده و حالا این رو میخواد بفروشه بیاره. سوال اول من اینه، آیا این که من در این چند سال گذشته که این ارث به من به من رسیده و منم میدونستم که به من رسیده این ارث و من به اداره مالیات اعلام نکردم که یک خونه ای در ایران به من ارث رسیده، آیا برای من مشکل آفرین میشه؟ این قسمت اول سوال من. با این سوال وارد جزئیات میشیم. من دقیقا اطلاع ندارم که پیامد مالیاتیش یا این قوانین مالیاتی رو زیاد وارد نیستم، ولی حدس میتونم بزنم که چه اتفاق میتونه بیفته. من فکر نمی کنم که اتفاق خاصی بیفته، چون در سوئد به خاطر داشت، یعنی یک شهروند سوئد یا فرد خارجی که مقیم سوئده، هیچ گونه مالیاتی از بابت اینکه یک ملکی رو صاحب در یک کشور دیگه باید در سوئد مالیات بده. یعنی مستقلات اگر داشته باشه، یعنی شما یه ملکی دارید، یه دارایی دارید، از این بابت قرار نیست که مالیاتی به اداره مهاجرت، اداره مالیات پرداخت بشه. کاملا درست. خب حالا وقت بنابراین دیگه لازم هم نیست که این که شما چه املاکی رو دارید به اداره مالیات اطلاع بدید. منتها وقتی که این ملک، این دارایی سودی به شما میده سالانه، بله اون سود رو باید به عنوان درآمد برای شما حساب میشه و بعد از بابتش مالیات در سوئد هم پرداخت بشه. ولی خب مالیات پرداخت شده در کشوری که این ملک قرار داره رو میشه ارائه داد در اظهارنامه و دیگه
وارد به سم مضاعف پرداخت نکرد. و جزئیات دیگه این میتونه باشه که خب ملک بسته ایدن که ملک چی باشه، ملک خونه است، ملک تجاریه، نه یه خونه معمولی. اگه خونه است معمولا خب آدم ها اینا اجاره میدن، خب اجاره رو در سوئد یه نحوه مصاحبه داره که دقیقا من جزئیاتش رو وارد نیستم، یه فرمولایی داره که چقدر میشه کم کرد، چقدر به عنوان هزینه میشه ازش کم کرد، اینا در نهایت چقدر مالیات آدم از این بابت پرداخت کنه، من اطلاعی دقیق ندارم، بسته به مبالغ هم داره. ولی خب اجاره‌ای که در ایران به اصطلاح اگه با ارز ایران حساب بکنیم و تبدیل بکنیم به دلار یا کرون، خب برای رقم ناچیزی تقریبا میشه. دقیقاً. این خونه‌های معمولی منظورم. حالا دیگه یه مثلا یه خونه پدری بوده به طرف رسید. حالا اجازه بدید اگر درآمدزا نباشه در از 3-4 سال گذشته، قاعدتا مشکلی وجود نداره که فرد بعد از 3-4 سال بگه که من ملکی من ارث رسیده، خونه فروختم و پولش می‌خوام. حالا فرض می‌کنیم از من نوید چیز از من نوید فرض میکنیم که کار میکنم و اینا، میایم کنار میرسیم به یه آدمی که به سن بازنشستگی رسیده، بعد قاعدتا بازنشسته های ما همشون یه تیلگای مثلا بوستا تیلگی چیزی میگیرن و اینا. حالا اگر این آدم این خونه که مثلا 300-400 هزار کن قیمتشه در ایران، حالا اینو اگه بخواد بفروشه این پولو ورداره بیاره به سوئد، آیا این تیلگاش و اینا قطع میشه یا مثلا بهش نمیگن که مثلا چون طبق گفته شما مالیات بر مستغلات و دارایی ما در سوئد نداریم، حالا یا این آدم بازنشسته اگر این خونه رو بفروشه بعد کاغزم که داره ارث رسیده بهش و اینا ورداره بیاره، آیا این تیلگیش اینا قطع میشه یا فقط به عنوان یه دارایی برایشون حساب میشه؟ من متاسفانه به این سوال دقیقا نمیتونم جواب بدم. و از طرف میدونیم که بورساس تیلوینا به خاطر درآمد کم به افراد بازنشسته تعلق میگیره. دقیقا. آیا درآمد از طریق ارث یا کاپیتال به اصطلاح بهش گفته میشه که یا ارثی بهش ریزده، این به عنوان درآمد به اون صورت که حقوق ما مد نظرمونه محاسبه میشه در این کاتگوری قرار میگیره یا نه؟ من اینو نمیدونم. پس این از آدم از اداره مالیات راحت تر سوال کردن دیگه، قاعدتا اداره مالیات یا اداره فشاین کاستان بورس از تیلگ و فشاین کاستان، بله فشاین کاستان میده درست، اونا طبیعتا بهتر میتونم به سوال جواب بدن. بسیار سپاسگزارم. شنونده عزیزی رو بر روی خط داریم. درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید شما. درود بر شما آقای آزادی و آقای رستمی عزیز. خواهش میکنم بفهمید عزیزم. میخواستم سوال کنم یه ذره اطلاعات درباره اقامت امریکا میخواستم ببینم امکانش هست توضیح بدن اگه میتونن یه راهنمایی کنن. من سوال رو بعد اینجوری بپرسم، شما یا سیتیزن سوئد هستین، مقیم سوئد هستین یا مقیم ایران هستین؟ هم خانوم هم بچه‌ام. شما یعنی اینجا سونسکمت بروشکاپ دارید؟ بله. حالا تصمیم گرفتین که چطوری میشه که آدم بره آمریکا بمونه؟ بله. خواهش میکنم از بگوش باشید. خواهش میکنم. بله. یه سوال دیگه، متولد ایران هستی شما؟ بله. همه تو اون یا خودت برا؟ بله همه. اوکی. مرسی، پیروز باشید. بله. من اطلاعات دقیقی البته ندارم. اون چیزی که الان عرض خواهم کرد خیلی در واقع در میتونه میشه گفتش که در حد اطلاعات عمومیه، ولی خب با توجه به اینکه من خب کارم در سوئد این بوده، دوره ای رو گذروندم و الان هم داری دوره رو دارم میگذرونم و به هر حال اطلاعات من یه ذره دقیق تر از یه اطلاعات عمومی میتونه باشه. در امریکا برای اقامت کاتگوری های بسیار مختلفی وجود داره، ولی تمام سیستمش تقریبا شبیه سوئد، آمریکا تقریبا شبیه هم، ولی خب نحوه جزئیاتش خیلی فرق میکنه. طبق معمول اقامت از طریق ازدواج هست. از شهروند امریکا میتونه که اعضای خانواده خودش رو مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان حتی بالای 21 سال که ازدواج کردن، فرزندان بالای 21 سال که ازدواج نکردن، اینا هم میتونند که، ولی خب طرفی که در امریکا شهروند امریکا باید باشه، اونها میتونند که به اصطلاح پتیشن بفرستن، درخواست بفرستن به این فرد و این درخواست مورد قبول واقع بشه. اونها این کاتگوری ها سهمیه‌ای هستن،
و سهمیه رو هم بر اساس کشور محل تولد در واقع کاتگوریزه میکنن، نه بر اساس تابعیت. همونطور که میدونیم برای ایرانی ها به اصطلاح این تراول بنی که وجود داره، دولت فعلی آمریکا گذاشته، از قبلا وجود داشته و الان شدیدتر شده، به هیچ ایرانی هیچ نوع اقامتی داد صادر نمیشه، حتی اگه شرایط دریافت اقامت هم داشته باشه. البته این فقط شامل شهروندان ایران هست و افرادی که متولد ایران هستن و در خارج از ایران زندگی میکنن یا دو تابعیتی هستن شامل اونا نمیشه. آماری که من دیروز دیدم، فکر کنم در عرض سال گذشته بود، فقط به 2 نفر اقامت داده شد، 2 نفر ایرانی اقامت، شهروند ایرانی داره، شهروند ایران، بله. و تا 2 تابعیت‌های زیادی اقامت گرفتن، منتها فقط شهروندان ایرانی 2 نفر اقامت گرفتن و دانشجوها البته استثناء هستن، ولی خب باز در مورد اونم خیلی سخت گیری میشه، ولی اقامت های دانشجویی، تحقیقاتی، پژوهشگرا، اینا رو کماکان اقامت اونا اقامت نیستن، اما ویزا هستن، اونا ویزا صادر میشه، ولی بقیه کاتگوری اقامت داده میشه. این یه موضوع خارج از این بحث ما، ولی به هر حال اعضای خانواده شهروندان آمریکا میتونن اقامت بگیرن. سهمیه‌ای مدت زمان انتظارش تقریبا طولانیه، بیشتر 2-3 سال طول میکشه. ازدواج یک روش دیگری هست و فردی که با شهروند امریکا و یا خارجی مقیم امریکا ازدواج میکنه میتونه اقامت بگیره. برای افرادی که با شهروندان امریکا ازدواج میکنن تیتون سهمیه وجود نداره، ولی افرادی که در امریکا اقامت دائم دارن و میخوان با یه خارجی ازدواج کنن، برای اونا سهمیه، یعنی سالانه در یه حدی یه تعدادی اقامت میکنن. خب جناب رستمی، مدت زمان انتظار رو طولانی میکنن. بله، بس در کیس ایشون که ایشون سونسک مدبرشکاپ دارن ولی زاده ایران هستن، جز کدوم کاتگوری قرار میشه؟ اونایی که اصلا نمیدن یا اونایی که میدن؟ جز کاتگوری ایران قرار میگیرن، یعنی ولی موقع اقامت تابعیت سوئدشون رو در نظر میگیرن. چون که اینجا اون سهمیه هایی که در نظر گرفته میشه بر اساس کشور محل تولده. آها، بر اساس کشور محل کجا باش، کجایی باش. بعد از شروعش از کجاست؟ شروعش از کجاست؟ شروعی که مثلا فرض علی شو فکر کردم بریم حالا آمریکا زنیم، از کجا باید شروع کنم؟ معمولا حالا این اول نوع اقامت ها رو بگم. یکی بود گفتیم که اعضای خانواده شهروند آمریکا باشی، ام از ازدواج و یا خواهر برادر و پدر مادر. 2 کار هست، کاتگوری های مختلف کاری وجود داره. افرادی که در شرکت های بین المللی کار میکنند، مثلا یه شرکت سوئدی یکی از کارمندای کلیدی خودش رو میخواد برای یه مدت 1 سال 2 سال بیاد بفرسته امریکا و در شرکت امریکاییش کار کنه، خب این یه مدل کاره. خب اون یه شرایطی داره، خب یک شرط اصلیش اینه که ایشون در اون شرکت کار بکنه و در امریکا به سرویس ایشون و کارشون نیاز باشه در این شرکت. دانشجوهایی که در امریکا هستن معمولا برای اونا یک کاتگوری قرار داره، دانشجوهایی که اینجا تحصیل میکنن بعد تحصیل کاری پیدا بکنن، شرکتی حاضر باشه که اینا رو به اصطلاح سپورت کنه، به اونا اقامت موقت داده میشه. اقامت‌های ویزاهای طولانی مدت تجاری هست و اقامت سرمایه گذاری که این شیرین ترین و مهمترین قسمت قضیه است. آمریکاست دیگه، همه به پول برمیگرد. هر فردی که $500,000 بخواد حاضر باشه در امریکا سرمایه گذاری کنه در یه سری شرکت ها و پروژه های خاصی که اداره مهاجرت اون رو تایید کرده، میتونه که اقامت دائم دریافت بکنه. اول موقت 2 سال، بعد دائم میشه و تابعیت بعدن هم دستا میشه گرفت. و افراد دیگه ای هم که 1 میلیون دلار میخوان در امریکا سرمایه گذاری کنن و شرکتی رو تأسیس کنن، شرکت خودشون اداره بکنن، 10 نفر امریکایی رو به کار، جزئیاتش بعداً توضیح خواهم داد. ولی خب 500,000 تا 1 میلیون شروعشه. پناهندگی هم وجود داره که اونم زیر علامت سوال نقدن. جان میگم اونم زیر علامت سوال نقدن. پناهندگی نه، زیرا همان سوال نیست. این چیزی که سر صدا هست شامل مهاجرت غیرقانونی، غیرقانونی وارد امریکا میشن، رئیس جمهور امریکا مخالف این قضیه است، ولی افرادی که قانونی وارد امریکا میشن و
میخوام درخواست پرونده کنم مشکلی. بله. من سریعا یک شنونده دیگرم داریم بگیرم. جانم درود بر شما، با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستیم. با درود به شما آقای نوید آزادی. خواهش میکنم بفرمایید. ما رستمی. قربان شما. بفرمایید. قبل از هر چیز تشکر داشته شما از هر دوی شما عزیزان که این همه زحمت میکشید. قربان شما، خواهش من وظیفه است. آقای ما رستمی، من یک سوال، یک پرسش مشخص داشتم. این خانمی هستن که حدوداً چندین سال پیش با دعوتنامه با ویزا وارد سوئد شدن، بعد ایشون بعد از ویزاشون خب گفتم من میخوام اینجا بمونم و بعد رفتن یه کیسی دادن، بعد این کیس بعد از یک سال دو سال مورد قبول واقع نشد و طبق همون قوانینی که هست میشه آدم شکایت بکنه، بعد باز دوباره بعد جواب یعنی اخراجی گرفتن بعد از اون زمان. بعد از اون چون میتونن مثلا طبق یه قانون دیگه میتونن 4 سال مخفی باشن، بعد 4 سال بیان برن باز دوباره یا همون کیسو یک مقدار تکمیل شده یا اضافه بهش شده تحویل بدن، یا اینکه یه کیس دیگه باز دوباره اینها ارائه بدن به اداره مهاجرت که همین کارم اینا کردن. این خانم باز دوباره بعد از اون 4 سال که یه کیس مجدد داد باز دوباره اخراجی گرفته، یعنی الان پپشلوس، یعنی هیچ مدرکی هیچی نداره. البته من بهشون گفتم که خب بهتره که شما برگردین ایران پیش بچه هاتون، ولی ایشون قافشاری میکنه که نه من میخوام بمونم و من حتما یه رای هست و یه چیزی هست و میتونم بگیرم و اینا. گفتم که میتونید در این مورد توضیح بدین که آیا رای وجود داره، میشه نمیشه، چجوری، و آیا ایشون میتونه بعد از مثلا 4 سال دیگه صبر بکنه، بعد از اون 4 سال باز دوباره بره یه کیس دیگه بده، یا اینکه نه. اگر سوالی نداری آن ما رو سایم من از طریق رادیو گوش بدم. بله خواهش مام، سپاس گذارم. خب بفهمید. بله افرادی که ایشون پروسه رو توضیح دادن، یه پروسه به اصطلاح معمول و رایج خیلی از پناهجویان هست. ولی این پروسه‌ای که یک فرد وارد میشه به هر نحوی درخواست پناهندگی میکنه و با درخواست پناهندگیش مخالفت میشه، خب این حکم اخراجی 4 سال اعتبار داره. در همچنین این مثالمون ایشون 4 سال باقی موندن، در کشور ترک نکردن و دوباره درخواست پناهندگی کردن. حالا دوباره باز وضعیت همینه، اگه ایشون بر نگرده کشور رو ترک نکنه دوباره حداقل باید 4 سال دیگه صبر بکنه. قوانین فعلا این گونه است، سال دیگه شاید این مورد تغییر پیدا بکنه با دولت جدید و به جای 4 سال مثلا این مدت یا 4 سال اصلا بردارن، و یا اینکه نه این مدت رو به جای 4 سال بکنن 8 سال مثلا. این ریسک این و خطر نیز وجود داره، در صحبت‌های در این مورد قبلا بوده از طرف سیاستمداران. و اگر ایشون بمونه در از این 4 سال، یا باید اتفاقات جدیدی، دلایل جدیدی که قبلا مطرح نشده، دلایلی که تازه به وجود اومده و یا دلایل قدیمی هم میتونه باشه، منتها باید فرد یه عذر موجهی داشته باشه که چرا این دلایل رو قبلا مطرح نکرد. اگه دلایل موجهی باشه اون دلایل دوباره بررسی میشه، و یا نه اگر دلایل تکراری مطرح بشه بررسی نخواهد شد. یعنی مثلا فعالیت سیاسی کرده باشن یا اینایی که جدیدن بعد از اون آخرین اخراج دوباره یه سری فعالیت اونجور چیزها رو دید، منظورتون رو. بله دقیقا. یعنی چیزی که شبیه مسائل قبلی اصلا نباشه. مثلا فرد فعالیت سیاسی داشته، اونا رو مطرح کرده، اونا بررسی شدن و در این مدت امکان داره که مثلا تغییر دینی هم مثلا تغییر دینش تغییر بده، خب اون مسائل کاملا جدیده و این میتونه که بررسی بشه دیگه، لازم نیست که 4 سال فرد به این صبر بکنه برای این. آها اوکی. با اینکه حکم اخراج داره، با اینکه حکم اخراج داره دوباره از این گفتیم این 4 سال باید طی بشه که دوباره بتونه درخواست پناهندگی بده. ولی اگر دلایل جدیدی وجود داشته باشه در از این 4 سال میشه این دلایل رو مطرح کرد. اگه 2 تا مورد هست، یکی اینکه این دلایل کاملا باید جدید باشه، دو اینکه اگه جدید نیست
دلیل داشته باشه که چرا اینا رو قبلا مطرح نکرده. میتونسته مطرح کنه ولی مطرح نکرده. جناب حسین، دوستی نوشتن کسی که اقامت سیاسی گرفته و بعدش برای گرفتن پاسپورت ایرانی به سفارت ایران مراجعه کنه و اداره مهاجرت اطلاع پیدا کنه، اقامت روشو پس میگیرن یا نه با سپاس؟ بله حتما، یعنی اقامت لغو میشه، پس گرفته میشه. فردی که پناهنده است قاعدتا نیاز به پناهندگی داره و مراجعه به کشور خود، در واقع مراجعه به سفارت و درخواست پاسپورت کردن و پاسپورت گرفتن، یکی از علایمی هست که نشون میدین که این فرد دیگه به پناهندگی احتیاج نداره و میخواد که از حمایت دولت و کشور خودش برخوردار باشه و بنابراین همچین حالتی ایشون این اقامت میتونه باطل بشه. اقامت پناهندگی. دوست نشان سلام، خسته نباشید. لطفا جناب رستمی بپرسید، من سیتیزن سوئد هستم، اگر نقل مکان به انگلیس کنم و اونجا از همسرم جدا بشم، آیا کمک مالی به عنوان سرپرست تنها در اونجا هم به هم تعلق میگیره برای بچه یا خیر؟ یعنی بار میدیراگو اگر یه نفر متقل سوئدی، بار میدیراگو سوئدی رو آیا بهش میدن در انگلیس؟ یعنی مثلا دولت سوئد از سوئد بده اونجا بهش بده؟ نه، بار بیداگ معمولا برای کسایی که مقیم هستن، حالا فرقی نمی کنه چه تابعیت سوئد رو داشته باشن، چه خارجی مقیم سوئد باشن، افرادی که مقیم سوئد هستن به اونا تعلق میگیره. و افرادی که اقامت خودشون رو تغییر میدن میرن به کشور دیگه، بار بیداگ به اونا تعلق نخواهد گرفت. اوکی، بسیار نیکو. بلکه قوانین اون کشوری که مقیم هستن شامل اونام چیه. اوکی، یعنی دیگه اون گرفتن اون بیدراک و اینا رو بعد از کشور انگلستان دیگه تقاضا بکنند. بله، بله. یکی از دوستان نوشتن سلام نوید جان، من 30 سال اینجا هستم، اقامت و کار داشتم و به خاطر مریضی بیمه به من پول نداده و میخوام برگردم به ایران، آیا اقامت من پس گرفته میشه؟ من از ایشون سوال کردم آیا سوئدی هستید؟ ایشون گفتن بله. نه خیر، اقامت که نیست که، این ایشون دیگه تابعیت سوئد رو داره و برای تابعیت سوئد هیچ محدودیت ورود و خروج و زندگی کردن کشور دیگه وجود نداره. بسیار، یعنی ایشون میتونن سالها برن ایران و بعدم دوباره برگردن به عنوان یک سوئدی. بله، بسیار نیکو. بعد من جارو بسم اینجا به خاطر مسئله مالی و همین مالیاتی و اینا آدم باید به اسکت ورکت و اینا اعلام کنه که من مثلا فرضاً میخوام 2-3 سال برم یک کشوری. کسی که تابعیت داره قاعدتا بهتره که اطلاع بده که دیگه سوئد زندگی نمیکنه، چون که هر سال به هر حال کسی که مقیم سوئده بعد تا اظهارنامه مالیاتی باید پر بکنه، و کسی که عملا در سوئد نیست و این اظهارنامه های نارم نمیفرسته، قاعدتا اداره مهاجرت این آوریسی را میکنه بعد اداره مالیات بعد یه مدتی. بنابراین اطلاع بده بهتر، اطلاع ندهم بعد این مدت این آوریکسی ها میشه به اصطلاح. اوکی، ولی بعد که دوباره بخواد برگرده راحت میتونه رجیستر کنه خودش دیگه، یعنی مشکل باش پیشم. بسیار نیکو. من جناب رستم از شما تقاضا میکنم اگر ممکنه روی خط بمونید، من چند لحظه با شما میخوام صحبت بکنم. بسیار ازتون سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز صبح زود در سان فرانسیسکو در یونایتد استیتس اند آمریکا هستش. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم گوشی خواهش میکنم پیروز باشه. دوستان عزیز شنونده، با یک دنیا تشکر از تمام شما که برای ما اس ام اس فرستادید، ایمیل فرستادید، زنگ زدید. در کنار جناب نیما رستمی عزیز بودیم، در کنار شما از همگی شما تشکر میکنم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنار شما خواهیم بود و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما مهربانان خوش باشه. پیروز باشید عزیزان.